کشور بحرین به رغم وسعت و جمعیت کمش اما یکی از بیشترین زندانیان سیاسی را نسبت به جمعیتش در خود جای داده و بدترین رفتار اقدام و عملکرد را نسبت به زندانیان دارد در همین راستا سازمان ADHRB با انتشار بیانیه حکومت بحرین را به خاطر پایمان کردن حقوق چهارده زندانی سیاسی مورد انتقاد شدید قرار داد همکارم فاطمه موسوی گزارش میدهد باز هم اخبار رفتار حکومت بحرین با زندانیان سیاسی این کشور در رأس اخبار برخی رسانه های عربی قرار گرفت این رسانه ها با انتشار گزارشی فاش کردند از 10 آگوست 2022 میلادی تا کنون نیروهای امنیتی حکومت بحرین چهارده زندانی سیاسی را در سلولهای انفرادی زندان جو قرار داده و ارتباط آنان را به طور کامل با بیرون زندان قطع کردند. این گزارش افزود به این زندانیان اجازه داده نمی شود از حقوق طبیعی و قانونی خود برخوردار باشند حتی اجازه تماس یا دیدار با خانواده هایشان به آنها داده نشده است. این یعنی پایمال کردن حقوق اولیه بشر. خانواده های این زندانیان در گفتگوهای مختلفی همگی از سرنوشت زندانی خود اعلام نگرانی کردند. حالا سازمان ADHRB که در زمینه دفاع از حقوق بشر زندانیان فعالیت می کند با انتشار بیانیه ای ضمن انتقاد شدید از حکومت بحرین به خاطر این رفتار ضد انسانی نگرانی شدید خود از سرنوشت این چهارده زندانی سیاسی را اعلام کردند. در این بیانیه همچنین از سکوت برخی کشورها و سازمانهای بین المللی که مدعی دفاع از حقوق بشر و حقوق زندانیان هستند در برابر این گونه رفتارهای حکومت بحرین به شدت انتقاد شده است. سازمان ADHRB همچنین در بیانیه خود خواستار آغاز تحقیقات مستقل بین المللی درباره این موضوع شده و به ویژه اینکه طبق برخی اطلاعات و مدارک به دست آمده مشخص شده این زندانیان سیاسی زیر شدیدترین انواع شکنجه هم قرار می گیرند. این سازمان در ادامه در پنجاه و یکمین دوره نشست کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد خطاب به شرکت کنندگان خواهان رسیدگی به این موضوع زیل بند چهارم قانون حقوق بشر سازمان ملل متحد شد. سازمان ADHRB در بیانیه خود اعلام کرده که همه اعتراف های گرفته شده از این چهارده زندانی سیاسی زیر شکنجه بدنی و روحی و روانی بوده لذا به هیچ وجه قابل استناد نیست فاطمه موسوی اخبار شیعه